بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. امیدوارم شب و روز خوب بره و شب و روز با صحت مندی سپری کرده باشین. این جلسه بیستم از سلسله دروس مقارنة الادیان است که خدمت شما ارائه میشه. در جلسه گذشته و در جلسه 19 آیات بیناتی که الله تعالی از موسی علیه السلام حکایت کرده بود، ترجمهش قبلا خواندیم با متباقی ترجمه و همچنان خود آیات را شنیدیم و به ادامه آیات یک موضوعی از مجاهدینی که در 40 سابقه یا بیشتر از 40 سابق یک حالت خود را حکایت کرده بود، امور را تو برای شما نقل کردم و از او به بعد باز میبینیم که دیدگاه نصرانیت در مورد داوود علیه السلام چی است. عنوان جدید است و شما خواهید فهمید که نصرانیت و یهودیت در با انبیاء علیه السلام چقدر حسادت داشتن و چقدر اونها را، یعنی قصه های دروغین را به اونها نسبت دادن. تا به قسمت رسیدیم که آیات تلاوت کردم و در جلسه گذشته و ترجمهش هم قبلا خدمت شما عرض کرده بودم و ای آیات بینات از سوره قصص بود، از آیه 14 تا 35، و در ادامهش نقل شده که زمانی که انسان این کلام مؤثر و بلیغ قرآن را که هر لفظ آن به بسیار دقت انتخاب شده است، شما دیدین که من تلاوت کردم، گرچه قاری صاحبایی که صوت بسیار زیبا دارن اگر اونا تلاوت بکنن دیگر دیگه هیچ شک و شبه نیست که انسان بدنش مخیز میشد از شنیدن کلام و از فصاحت و بلاغت کلام و ای که چطور الفاظ با هم یکی پیدگر آورده است که هر لفظ آن به بسیار دقت انتخاب شده به سخنان بایبل مقایسه کند، به اختیار این سخنان به زبانش جاری می شد. از متن بایبل با قرآن مقایسه بکنین، وقتی می بینین که او چی میگه و قرآن چی می فرماید، بدون شک امی گپ در زبانش جاری میشد که بدون شک قرآن کلام الله تعالی میباشد و بایبل نوشتارهای از نویسنده ای که نویسندگی را هم درست نمیفهمیده انسان، یعنی فیصله میکند که بایبل امیتی کتاب است. آله یک قصه ای را که یکی از مجاهدین کرده است و به اون را نقل کردم خدمت شما، در مورد موسی علیه السلام که در نزدیک 4 رسید و اونجا او داد و گسپندای از دو خانم را و بعدا با دسائه نشست و بسیار به یک حالت زار دعا کرد به پروردگارش که رب اینی لما انزلت الی من خیر فقیر،
پروردگارا هرچی از خیری به ما میدی و نازل میکنی ما محتاج و نیازمندی هست. اونا اینطور قصه میکنن حالتی را که در کنار چای مدین در زیر سایه موسی علیه السلام داشت. یکی از مجاهدین فی سبیل الله قصه خود را در سال 1387 چنین بیان میدارن: 32 سال قبل بر من همین حالت آمده بود. فرعون وقت سردار داوود که باز که کمونستا او را کشتن، البته او کمونست بود و کمونستا عادتا یکی دیگر خود میخورن مثل گژدم باره عقرب باره، فیصله اعدامم را نموده بود. اون مجاهد میگد که فیصله اعدامم را کرده بود. تحت تعقیب بودم به تخار، کندوز، پروان، پکتیا، غزنی و پکتیکا رفتم تا جای امن برای خود بیابم، مگر موفق نشدم. در آخر به این مجبور شدم، یعنی در خود کشور نتانست که از این که داوود فیصله اعدامش را کرده بود نتانست که یک جای امن به خود پیدا بکنه. همگی ورخطا بود و نمیتانستن کسی او را حفاظت بکنه. در آخر به این مجبور شدم که با پاکستان مهاجر شوم. از همان زمان تا امروز هر زمانی که دعای موسی علیه السلام را در قرآن تلاوت می نمایم بی اختیار اشکم جاری می گردد. بی اختیار اشکم از چشمانم جاری می گردد. این بود قصه یکی از مجاهدین فی سبیل الله. حال عنوان دیگر است که دیدگاه نصرانیت در مورد داوود علیه السلام. حالا شما خوب دقت کنید که بایبل در این مورد چی چیزها را گفته و به داوود علیه السلام چه اتهامات و چه دروغ‌ها را بسته کرده است. بیایید بنگریم که بایبل تحت عنوان فوق در مورد داوود علیه السلام چی می نویسد. او را به صفت یک پیغمبر باوقار نه، بلکه نعوذ بالله مانند یک پادشاه عیاش معرفی کرده می گوید. در حالی که قرآن او را با زبان رسا چنان پیغمبر اولو العزم و مجاهد معرفی می کند که عدالتش جهان را پوشانده بود. می گوید یک روز در وقت عصر داوود در پشت بام قصر خود بالا شد. قصه می کند، قصه خلاص، که هوای آزاد را تنفس نماید. قدم می زد که ناگاه چشم او به یک زن زیبا افتید. ببینن که در دیگه جواب اینمی تو انسان اینطور وادار میکند و که گویا دین و مذهب هم انسان را یعنی دعوت به فحشا میکند علیه عزب الله. که ناگاه چشم او به یک زن زیبا افتید که غسل بینمون. داوود کسی را روان کرد تا بپرسد او زن مربوط کدام خانواده است. خب اولا او وقتا خود دوربین هم نبوده و در قصر که بلند شده اگر در نزدیکای قصر خود ناشنا و کسی را نمگذارد او تو پادشاه. حالا ببینید که در نزدیکای ارگ حتی دو سه دیوال را پشت سر هم دور داده و بازخارا را دور داده. ای خوی یک موضوع دیگه که اگر کسی باشد اون خوب بزرمش داسته که اونجا خانه کی هست تا که اون شناسا نباشد تو کجا او را در نزدیک قصر پادشاهی خود میماند. او زن مربوط کدام خانواده است؟ ای را پرسان میکنن. معلوم شد که نام او بتشبع و خانم اوریا است. نام ای زن بتشبع و خانم اوریا است، یعنی شوهر دارد. ای هنوز خبر نداشت، حالا خبر شد. در نزدیک قصرش هم زندگی میکنه، حالا خبر شد که هیچ عقل قبول نمیکند که یک کسی ناشنا در پلوی قصر پادشاه زندگی کنه و او را نشناسد. داوود چند نفر را فرستاد
و آن زن را به قصر او آوردن، چند نفر فرستاد و او زن را به قصرش آوردن و داوود با او هم بستر شد. خوب نگاه بکنید که چقدر کلمات فحش آمیز را نوشته کرده. زن شوهردار و ای داوود، یعنی که پیغمبر، و بالاخره از نظر بایبل با او هم بستر میشه. بتشا غسل کرد خب و به خانه خود رفت و به خانه رفت. چند بعد دانست که حامله شده است. چند بعد فهمید که او حامله شده است. به داوود این موضوع را اطلاع داد. به داوود این موضوع را خبر داد که اینا ما حامله شده ایم. داوود شوهر این زن اوریا را خواست. ببینید مکر و فریبه که پیامبران علیه مسلات و سلام و علیه بالله نسبت می دهند. داوود شوهر این زن، یعنی اوریا، یعنی زن اوریا، خود اوریا را یعنی خواست. شوهرش که اوریا نام داشت را خواست. او از میدان جنگ بازگشته بود. او از میدان جنگ پس آمده بود. داوود در مورد حالات جنگ از او جویا شد. خب داوود از حالات جنگ از او پرسان کرد که چه حالات بود در سنگرها و در حالات جنگ با دشمنا چی گپا بود. بعدن رخصتش کرد، پس از آن رخصتش کرد و بعد از رفتن او تحفه های را نیز به خانه او ارسال نمود. پس از که او رفت بسیار تحفه ها را هم به خانهش روان کرد. اوریا شب را در به قصر با نگهبانان سپری نمود. اوریا در این شب هم انقدر یعنی مخلص بوده که حتی بعد از سفر هم به خانه خود نرفت و در امی قصر با نگهبانان دیگه این شب هم گذشتان. داوود از موضوع واقف گردید و او را خواسته و پرسید. داوود از موضوع واقف شد که اوریا به خانه نرفته، از علت او را پرسید که چرا اینجا باندی، چرا شب را به خانه سپری نکردی، چرا به خانه نرفتی؟ در جواب گفت که لشکر با صندوق عهد در بیابان بسر میبرد. لشکر اونجا در بیابان و در دشتا بسر میبرد. سیف چقدر مخلص بوده و کدام قمندان عاقل با ایتو یک فرد مخلص خود به ناموس از او تجاوز میکند؟ کیر عقل ایش قبول نمیکند، چرا سر به پیغمبر یک قمندان عادی کار نمیکند؟ من چگونه به خانه بروم و شب را با خانم خود بگذرانم در حالی که اونجا لشکرها و فوج و لشکر در بیابان و در دشت است؟ داوود به او گفت بسیار خوب، شب به اینجا باش و فردا به میدان جنگ بازگرد. شب همینجا تیر کن و فردا پس به میدان جنگ برو. داوود او را به نان شب دعوت نمود. داوود را شب دعوت کرد به نوشاندن، به نوشاندن شراب او را مست کرد. خوب نگاه بکنین با متنی کتاب گیره میگه کتاب خداست. مگر باب از فیان به جای رفتن به خانه در همان جا باقی موند. باز فکر او از شراب مست شد از به گفته بایبل، لیکن آنقدر مخلص بود که با اون شراب هم که خود به خانه نرفت و در همان جا باقی ماند و نخواست که مثلا همون لشکره که در دشت و در بیابان تنها به سر میبرند و در برابر دشمن قرار دارد ای به خانه خود آرام باشد. صبح داوود به نام یوآب خط نوشت. یوآب در همون سنگرها بوده، کماندان همون جا بوده و به دست اوریا را فرستاد. خط نوشت و به دست اوریا را داد که خط به یوآب بده. در خط نوشته بود زمانی که جنگ شدید گردید اوریا را در خط اول بفرست. دو خطی تو نوشته گفته بود که وقتی که جنگ شدت می‌یابد و با دشمن جنگ شدید می‌شد اوریا را که می خط برای تو میاره ایر در خط اول روان کن و او را تنها بگذار. ببینه خوب که حتی وقتی دشمنم با دشمنم جنگ می‌کنه باز وزم کارهای شخصی خود را ای تو ترجیح میده تا کشته شود، تا اوریا کشته شود. یوآب همین طور کرد.
یوآب و ختم از یوریا گرفت و بالاخره خط از اوریا گرفت و او را خواند و ایره در خط اول روان کرد تا که به قتل برسد و اوریا به قتل رسید و اوریا از طرف دشمن به قتل رسید. یوآب اطلاع داد خبر کرد داوود را که اوریا به قتل رسید و او در جواب گفت که از کار تو راضی هستم، این کار که کردی من راضی هستم، بسیار کار خوب کردی. بتشبه یا بتشع ایام عزاداری را گذشتان، چند روزه که شوهرش به قتل رسیده بود ایام عزاداری را گذشتان. بعدا داوود را به قصر خدا آورد و داوود به قصر خدا آورد و با او نکاح کرد. پیش از نکام با او هم بستر شده، حالا دوباره با او نکام میکنه. خدا به این کار ناراض گردید، خدا به این کار داوود ناراض شد و ناتان نبی را به این پیغام به داوود فرستاد. یک نام را از خود وضع کرد دیگه و گفته که ناتان نبی را به این پیغام به او فرستاد. در یک شهر دو نفر زندگی میکرد، ایت پیغام داد خدا بر از او. یکی آن فقیر و آن دیگر غنی بود، یکیش فقیر بود دیگرش پولدار بود. ثروتمند رمه زیاد داشت، او غنی و پولدار رمه بسیار زیاد داشت و نادار صرف صاحب یک بز بود. نادار صرف یک بز داشت و بس. روزی به خانه ثروتمند مهمان آمد، مگر او به عوض آن که از گوسفندان خود به وزیب حرماید، همان بز فقیر را برای مهمان زبنه بود. دو نفر زندگی میکرد، که ثروتمند بود دیگه فقیر. ثروتمند مثال بزا و گوسفندا و رمه داشت. یک مهمان به خانهش آمد و یه وزیزی که از بزای خود چیز کنه ذبح کنه به اون مهمان خود. یک بز فقیر بود، اما بز گرفت و برای مهمان خود ذبح کرد. داوود گفت به خدا قسم کسی که این کار را کرده باشد باید به قتل برسد. اینه داوود گفت که کسی که این کار کرده باشد، که بز فقیر به قتل ذبح کرده باشد و از بزای خود استفاده نکرده باشد، او باید کشته شد. در این وقت ناتان نبی به او گفت، در این وقت ناتان نبی به او گفت، به داوود علیه السلام، از نظر بایبل البته، آن ثروتمند تو هستی، اون ثروتمندی که بز فقیر کشتی تو هستی. تو اوریا را قتل کردی و زن او را به خود نکاح نمودی، او را به قتل رساندی و زنش را به خود نکاح کردی. لذا من هم همین حالت را به سر زنان تو می آورم. خب زنانش چی گناه کرده؟ لذا از این خاطر دیگه من اینال ناتان نبی را خدا جور کرده، من هم همین حالت را به سر زنان تو می آورم. به دست همسایگان می افتی و آنها در روز روشن با آنها هم بستر می شود. تو به دست همسایگان میفتی و زنان تو به دست همسایگان میفتن و در روز روشن با اونا هم بستر میشن. داوود اعتراف کرد، ناتان به او گفت، داوود اعتراف کرد و ناتان گفت خداوند نیست تو را بخشید. خلاص همی که اعتراف کرد که خداوند تو را بخشید و به سبب این گناه تو را هلاک نمیکند. آدم کشتی، زنش گرفتی، دیگه هیچ کار به حق تو نمیشه، مگر این پسر تو میمیرد، این پسرت میمیرد. خب پسر چی گناه کرده؟ همین طور شد. طفل وفات کرد. مگر بتشه یا بتشبه دوباره حامله شد، پسر به دنیا آورد و نام او را سلیمان گذاشت. خوب فکر کنید که سلیمان علیه السلام هم پسر علیاذ بالله، پسر ولد زنا دیگر، یعنی پسر زناکار از نظر بایبل او را میداند. از این تهمت های بایبل در مورد پیغمبران علیهم الصلاه و السلام و در مورد هر یک آن زبان نفرت انگیز را به کار بردن معلوم میگردد که این کار را عمدن، همین کار عمدن و قصدن به خاطر می نماید که شخصیت سایر پیامبران را داغدار نموده، توجه مردم را از آنها بگرداند و آنها را قانع کند که یگانه شخصیت قابل قبول مسیح علیه السلام است. دیگه پیغمبران همگیش باطل بوده علیه بالله. غیر از این برای اتهامات و الزامات عمدی و قصدی بایبل توجیه معقول دیگری نمیتوان یافت. این علمای اسلام میگن امروز نیز گروهی از مسلمانان از جمله یاران نزدیک پیغمبر علیه السلام و صحابه
که به دست مبارک او صلی الله علیه و سلم تربیه شدند، تنها علی رضی الله تعالی عنه و 3-4 یاران او را تایید میکنند. دیگه همه گیره رد میکنند و همه گیره میگه علی عز بالله منافق بود. و در مورد دیگران حتی از این سخن نیز اجترام نمیان که میگن آنها هم از اسلام رو گردانیدن و منافق شدن. آنها نیز به مرض نویسندگان بایبل مثابند. همین کسایی که در مورد یاران راستین پیامبر علیه السلام همین تو گپارا میزنه و یکی دو تاشه میگه از دیگه همه کش منافق شده بود، این هم به مرض نویسندگان بایبل مثابند. بایبل که همین تو گپارا میزنه، اینا هم از این جمله هستند. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.